خدا و با سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک استید رئی جمهور کرزه دیروز به هشت از سربازان ارتش ملی مدال عالی دولتی تفویز کرد هدف از تفویز این مدال ها قدردانی از شجاحت این سربازان به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر همسنگرانشان در رویداد غازی آباد کنر گفته شده است در حمله طالبان بر یک پاسگاه نیروهای ارتش ملی در چهارم مای روان در غازی آباد و کنر 21 سرباز ارتش ملی کشته شدند و شجاعت این هشت سرباز سبب شد تا از تلافات بیشتر نیروهای این پاسگاه جلوگیری شود. سویدن یک گروه بازرسان را به خاطر بررسی قتل یک خبرنگار سویدنی به افغانستان می فرستد، مقام های دادستانی سویدن اعلام کردند که تا چند روز آینده شماری از بازرسان را به با افغانستان خواهند فرستاد تا یک جا با پلیس افغانستان قتل نیلز هانر خبرنگار سویدنی را بررسی کنند. نیلز هانر که به یک شبکه رادیویی سویدن کار میکرد روز سه شنبه از سوی افراد مسلح در ساحه وزیر شهر کابل کشته شد. به دنبال این رویداد طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. چند دفتر ستاد انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی لغمان شب گذشته آتش زده شده است. سرحدی زواق سخنگوی والی لغمان این رویداد را رو تایید کرد. در این حال میراتم ترخیل از نامزدان شورای ولایتی لغمان گفت که افراد و ناشناس دفترهای صدات انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله و چند نامزد شورای ولایتی لغمان مشمول دفتر وی آتش زدند. بر بنیاد یک خبر دیگر طالبان شب گذشته بر یک پاسگاه پلیس محلی در ساحه پروایی ولسوالی علینگار ولایت حمله کردند که منجر به کشته شدن یک پلیس محلی و زخمی شدن دو تن, دو تن دیگر از آن شده است. با گفته زواک یک طالب نیز در در درگیری کشته و, و هفت تن و آنان زخم برداشتند. نامهای های هفت نامزد و شوراهای ولایتی از فهرست نهایی نامزدان حذف شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی این افراد را به علت نداشتن اسناد تحصیلی، جعل شناسنامه و تکمیل نبودن سنشان از فهرست حذف کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی هشدار می‌دهد که ده ها نامزد دیگر نیز در خطر حذف شدن قرار دارند. و بیرون از کشور نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه گفته است اگر انتخابات ریاست جمهوری در سوریه با دور تازه را برای ریاست جمهوری بشار الاسد تمدید کند مخالفان حکومت وی برای اشتراک در گفتگوهای صلح با حکومت سوریه حاضر نخواهند شد لغدر برایمی که روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشت افزوده است که بعض فعالیت ها در دمشق دیده می شود که بیانگر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت از امرویتون سپاس.